است. غلام است. گوشم میارید در این جمع که امشب، گوشم میارید در این جمع که امشب، در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است، تمام است. بسیار عالی. آهنگ بعدی گفتین از کیه؟ کدوم آهنگش؟ من خواهم یه ذره باید بریک بدم که از اون فضا کدوم؟ امید جانم در سفر باز آمد. اوکی، میتونم یه سوالی ازت بکنم؟ از خواننده های دیگه، یعنی نه اینقدر قدیمی، از خواننده های دیگه هم شما میخونی؟ از امید میخونم دیگه؟ دیگه تمرینات خواننده دیگه نکردم. اوکی. از امید کدوم رو میتونی بخونی؟ باران امید رو بخونی؟ نظرتون چیه آقای ستار؟ اگه خود راحت هستی که باران امید رو بخونی؟ یا دوست داری اون دلکش رو بخونی؟ میخوای اول دلکش بخونم بعد باران بخونم؟ یه دونه فقط وقت داریم، هر کدومش که خودت انتخاب میکنی. حالا شما چی ندارید؟ آره، من برای اینکه ویژوالی، یعنی ظاهرت به نظر من با خیلی جوانتر ها میخوره. بله میدونم، من فقط بخواهی که صدامو چیز کنید، آزمایش کنید، این آهنگا رو خوندم. اوکی، ولی میگم منظورم اینه که اگه تو بخوای بخونی، بله، اگه بخوای یه روزی خواننده حرفه‌ای باشی، کاملا فرق میکنه با این سبک خب کلام. من دوست دارم اونو بشنوم. اونی که فرق میکنه اونو بخونم. من دوست دارم اون چیزی رو که قراره که بخونی در آینده بخونی، که شما نمیتونی لباست یه جوری باشه. آره، مسلما همینه که شما میگید. بعد اون وقت مثلا خوندنت مثلا شبیه معین باشه، شبیه دلکش باشه. درسته. با نظر هارمونی با هم دیگه. ولی من فکر نمیکردم مثلا الان باید اینجوری بشه، وگرنه برام پیش زمینه درست میکردم، یه آهنگ خوبی رو میخوندم. ولی الان آمادگی روی آهنگ موین و امید دارم و خانم دلکش و آقای ستار. بخون هر کدوم دوست داری، بخون هر کدوم خودت راحتی. اوکی، من نصف امید میخونم. خوبه؟ باش. بارون میبارد امشب، دلم غم دارد امشب، آرام جان خسته رحمی سپارد امشب، در این نگاهت مانده چشمم، شاید از فکر سفر برگردی امشب، از تو دارم یادگاری، سردی این بوسه را پیوسته بر لب، قطره قطره اشک چشمم، میچکد با نم نم باران به دامن، بسته ای بار سفر را با تو ای عاشق ترین بد کردم من. بسیار عالی. ستار جان، والا من داشتم می‌نوشتم اگه تقلید نکنه صدای خودش بد نیست، میتونه بخونه، ولی اینقدر تو بحر این دوتا خواننده رفته دیگه، بکنم هر خواننده مثل خودش بخونه. و شروع هم شروع کرد، شروع خوب میکنی، ولی بعد یه مرتبه خارج میشی. بله، چون من چیز نکردم، با آواز کار نکردم. خب این خیلی مهمه که خواننده گوشش باید خیلی قوی باشه که هیچ وقت فالش نخونه، خارج نخونه کاملا. ولی در صورت صدات بد نیستش، ولی فقط حرف که شبیه کسای دیگه میخونی، باید کاری کنی که خودت باشی. درسته، همونجوری که لباست فرق میکنه صدات هم مثل لباست فرق میکنه.
تسته. خب میدونید الان سبکی که صدایی که من دارم با این خواننده ها میخوره، یعنی به این خواننده ها میخوره، چون من نمیتونم یه آهنگی مثل آقای منصور رو بخونم چون صدا من به اون نمیاد. میتونی مثلا همین آهنگا رو بخونی ولی با فرم خودت بخونی، تحریر خودت بخونی، تحریر استایل خودت. ولی آهنگ من خانم دلکش رو تحریر خودم میخونم. خب بخون یه تیکش رو بخون. خوندم آن دلکش رو نخون. امید جانم ز سفر باز آمد، شکر دهانم ز سفر باز آمد، عزیز آن که بی خبر به ناگهان رود سفر، چون ندارد دیگر دلبندی به لبش ننشیند لبخندی، چه غنچه سپید دم شکفته شد لبم زهم، که شنیدم یارم باز آمد ز سفر غم خارم باز آمد، همچنان که عاقبت پس از همه شب به دمت سهر، ناگهان نگار من چنان مه نو آمد از سفر، من هم پس از آن دوری بعد از غم مهجوری یک شاخ یه گل بردم ببرش، یک شاخ یه گل بردم ببرش. مرسی مریم جان، خیلی خوب. من فکر می‌کنم تحریرها یه جاهای بیش از حد بود، اینکه طولانی شدن کلمه و یه مقداری هم مقطع تلفظ کردن کلمات به خاطر سرعت عملی که برسیم به کلمه بعدی، ولی جنس صداش قشنگ. آره. منم جنس صدای شما رو دوست دارم و خوانندگی هم توانایی خوانندگی خیلی خوبی داری، خدا دادی، و که فقط مسئله که من خیلی اذیت میکنه ظاهر و اجراست. میدونی؟ یعنی ظاهر شما رو من با هیچ مشکلی ندارم، با اجرات و ظاهرت با همدیگه جور در نمیاد. اگه شما بخوای بری روی صحنه این لباس رو بپوشی مردم میخندن هر چه صدات خوب باشه. یعنی درسته، به نظر من اگر انشالله دوره بعدی شما اومدی حتما حتما یا ظاهرتو عوض بکن یا آهنگایی رو که میخونی عوض بکن. چش، یعنی که با هم یه تطبیق داشته باشن. مرسی، خیلی ممنون. مرسی. خیلی با تومنینو یواش یواش مودی اتفاقی افتاده؟ نه اینجوری راحت راحتی. احساساتو بگو اینم، وقتی رفتی بالا خوندی چه احساسی داری الان؟ احساس که والا برای همه بچه‌ای که اینجا هستن همه یه استرس خاصی داره خودشون دارن، ولی خب برای تموم شد دیگه. الان چی شد؟ هیئت جوری چی گفت؟ والا چیز خاصی نگفت، که فقط درباره تیپم خیلی چیز داد. چی گفتن؟ گفت که تیپتون به صداتون نمیاد. تیپ به صدا نمیاد؟ مگه باید تیپ به صدا بیاد؟ اصولا بله، ولی خب من خواستم یه جوری خاص باشم. آسو خب میتونی به همون بگی که اینطور خاصی که تو دوست داشتی باشی از کی خوندی و چی خوندی و چه جوری خوندی؟ خب من خیلی از خواننده های قدیمی و آهنگای سنتی خودم خیلی خوشم میاد و در وهله اول واسه من ارزنده تر، یعنی در وهله در رتبه اول این قرار داره که از آهنگای قدیمی و سنتی خودم بتونم اجرا کنم. یعنی اینکه به پیشکسوت خودت احترام میذاری. دقیقاً این کار خیلی خوب و پسندیده یه واقعا که یه جوون مثل شما یا بقیه جوونا بتونن به پیشکسوت خودشون کسایی که دوستشون دارن احترام بذارن، از اونها تقلید بکنن. بله درست. Mr. Lova 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 Girl Mr. Lova Lova Lova